فصل نهم وفا عامل اساسی بقا و دوام زندگی خانوادگی و فاداری تمام و کمال اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است مخصوصا زن و شوهر بایستی همواره نهال وفاداری به یکدیگر را قولا و عملا در دل خیش پرورش داده درختی بارور گردانند تا از میوه آنکه خوشبختی و رفاه و آسایش خانواده است همه اعضا برخوردار گردن بدترین عاملی که منجر به, بدبخ... به, بدبینی یک یا هر دو طرف می شود پنهانداری و مخفی نموندن مسائل و پیشامدها از یکدیگر است زن و شوهر نباید کوچکترین چیزی را از, هم... از یکدیگر مخفی نگه دارند بایستی قلوبشان نسبت به یکدیگر مثل آینه صافی باشد که حقایق واقعیات را در کمال جلا و صفا منعکس نماید مخفی نمودن مسائل خیلی کوچک و پیش پا افتاده که انسان پیش خود خیال کند بگذار به اون نگویم و ناراحتش نکنم اولین قدم مخفی نمودن نمودن موضوعات بزرگتر است که نتیجه شکاف و کدورت خانوادگی است رفتار زن و شوهر در خارج از خانواده هم باید طوری باشد که همه بدانند بین این دو نفر چیزی مخفی نیست و هر گونه واقعه و صحبتی را بلا فاصله به یکدیگر خواهند گفت همه باید بدانند که درخواست لطفا به شوهرتان نگویید یا لطفا خانم ندانند برای شما عملی نیست و آنچه را که به شما بگویند به همسرتان خواهید گفت البته در اینجا مسائل خانوادگی و اجتماعی و شخصی است نه مسائل شغلی مثلا یک پزشک یا یک وکیل وکیل دعاوی لازم نیست که مسائل شخصی مربوط به بیماری ها و یا اختلافات دیگران را برای همسرش تعریف کنند بلکه او قانونا و اخلاقا مجاز هم نیست که اسرار مردم را که جنبه محرمانه دارد فاش کند و بدیهی است که همسرش این چنین توقعی نیز از او نخواهد داشت ولیکن در مورد برخوردها، معاشرتها، اظهار علاقه ها، ملاقات ها و آنچه که مربوط به حسن روابط خانوادگی است کوچکترین چیزی را نباید از یکدیگر پنهان کنند حضرت عبدالبها میفرمایند قوی ترین حلقه ای که قلوب زن و شوهر را به یکدیگر متحد می صداقت و وفاداری است هر دو باید صداقت و وفاداری را به منتها درجه نسبت به هم مجری دارند و نگذارن رشک و حسد در بین ایشان نفوذ کنند. زیرا این حسادت چون سمی است که ریشه محبت را فاسد می نماید جزوه ازدواج بهایی صفحه 18 اصولا مخفی نگه داشتن نوعی از نوعی انحراف از صدق و راستی و در حقیقت نحوه ای از دروغگویی می باشد که در امر مبارک بزرگترین گناه است بهایی موظف به صداقت و راستگویی و وفاداری نسبت به همه مردم است تا چه رسد به همسر و شریک زندگیش حضرت عبدالبها میفرمایند بسا کلمه صدقی که سبب نجات ملتی شد و بسا شخص خصیص را کلمه راستی عزیز و نفیس نمود چه بسیار که شخص عزیز محترمی را یک کلمه کذب به کلی از انظار ساقط کرد و از درگاه اهدیت محروم نمود پس ای جان پاک پی صادقان گیر و پیروزی از راستان کن تا به صدق به مقصد صدق رسی و به راستی به عزت ابدیه فائز گردید جمعی معاصی به یک طرف و کذب به یک طرف بلکه سیعات کذب افزونتر است و ضررش بیشتر راستگو و کفرگو بهتر از آن است که کلمه ایمان بر زباناری و دروغ گویی این بیان به جهت نصیحت منفل عالم است شکر خدا را که تو سبب صدور این نصیحت به جمعی نوع انسان شدی ماده آسمانی جلد پنج صفحه 168 بدیهی است که حسن رفتار و صداقت و وفاداری پدر و مادر اثرات نیکو در روحیه و رفتار فرزندان خود خواهد داشت قلب طفل مانند آینه صاف و پاک است و آنچه که بشنود و ببیند عینا ثبت و ضبط نموده و بعدا در افکار و اعمال و رفتار خود نشان خواهد داد